در همین رابطه از کاوه موسوی کارشناس حقوق بین الملل در دانشگاه آکسفورد سوال کردیم که روابط پنهان دولت پیشین آرژانتین با جمهوری اسلامی ایران را یکی از عوامل اصلی در معلق ماندن پرونده این بمبگذاری می‌دانند. نظر ایشون رو در این مورد جویا شدیم. دولت قبلی، دولت خانم کرچنر، روابط پنهانی با جمهوری اسلامی به خصوص با آقای احمدی نژاد داشتن و الان دلایل و مدارک بسیار زیادی هست که اونها تا میتونستن سعی کردن در پیگیری این پرونده کارشکنی کنن. بعد از اینکه این دولت سقوط کرد، دیوان عالی کشور رأی داد که قراردادی که اینها با آقای صالحی موقعیشون وزیر خارجه آقای احمدی نژاد بودن مثلا این مغایرت جدی با قانون اساسی آرژانتین داره. و بعد از ترور قاضی نیسمن که قاضی بود که دنبال این پرونده بود و تردیدی نداشته باشه که ایشون ترور شد، بیشتر خودکشی نبود، دولت جدید خیلی مصممه که این پرونده رو به نتیجه برسونه و اون متهمین تراز اول که این آقای ولایتی الان از اون میون اونا هستن که الان در عراق هست، اینو ایشونو استرداد کنند و طبیعتاً در اونجا موفق نخواهند شد. ولی اشکال نداره که این پیغام هر روز در عرصه بین‌المللی مطرح باشه که مسببین یا حداقل متهمین این کار عدالت دنبالشون هست و بالاخره دستگیرشون خواهد کرد.